همگی چطورید؟ چپتر جدید مانگای چینسا منو جوری پیش کرده بودیم که باید نصرا دامو صدامون بزنن. جهان با حذف شدن گوش وارد هرج و مرج بزرگی شده. برای همین یوشیدا آخر جلوی دنجی و پوچیتا صف شد و میخواد هر طوری که شده جلوی به هم خوردن جهانو به دستشون بگیره. امنیت عمومی هم با قربانی که میدن شیطان مخوفی رو از جهنم فرا میخونن. چپتر 173 مانگای چینسو من با عنوان به سخت شنیدن شروع میشه جهان الان کاملا در سکوت مطلق قرار داره یا بهتره که بگم کسی گوش نداره تا چیزی بشنوه پوچیتا با خوردن شیطان گوش گوش رو از تمام جهان حذف کرده خیلی هم مثل این آقا در تلفن حتی نمیدونن چه بلایی سرشون اومده و فکر میکنن که مشکل از فرستنده است نگیرنده ولی فقط آدم ها نیستن که بیگوش شدن بلکه حیوانات هم گوش ندارن که واقعا یافشون بدون گوش خنده داره آخه فیل ها رو ببینید که بدون گوش چقدر شکلشون عجیب شده یا اینکه گربه ها رو ببینید که چقدر با مزه شدن و بیشتر شبیه سوسمار و دایناسور شدن هر جو مرجی که تو جهان پیش اومده باعث میشه که خیلی ها گوشی ها بندازن دور چون حتی یادشون نمیاد که چیزی مثل گوش وجود داشته تا از گوشی استفاده کنن اما امنیت عمومی بیکار ننشسته و نشون میده که اونطوری که فکر میکردیم با نبودن ما بی نشدن چون سریعا برای فهمیدن دلیل فاجعه چند نفر رو جمع میکنن و دختری از امنیت عمومی بهشون میگه که شیطان گوش رو میشناسن یا نه این افراد هیچی نمیشنون و میگن چی گفتی دختر دوباره کلمه گوش رو با تکی گفتن حروفش تکرار میکنه و ازشون میپرسه که آیا کلمه گوش رو میشناسن یا نه هیچ کدومشون حتی روحشون خبر نداره که گوش اصلا چی هستش میگه سینا امنیت عمومی از کجا میدونه که گوش وجود داره خب اعضای رد بالای امنیت عمومی دارای قرارداد با شیطان های مختلف هستند برای همین مثل بقیه مردم وجود گوش و فراموش نمیکنن حالا دختر امنیت عمومی وقتی میبینه که هیچکس چیزی به نام گوش نمیشناسه به همه اعلام میکنه که گوش پاک شده و گروه سی عملیاتشون رو شروع کنن میریم به گروه سی که سرویس بهداشتی محل عملیاتشونه این افراد اول آینه ها رو به خوبی تمیز میکنن و بعد با بیرون کشیدن قیچی انگشت اشارهشون رو قطع میکنن صحنه به شدت چندش آوریه ولی یکی از ویژگی های مهم داستان چین سامن همینه این افراد با برداشتن انگشتشون با گفتن کلمات مهره گردن فقرات و گردن شروع به نوشتن سه حرف انگلیسی تو این آینه ها میکنن که این سه حرف با هم دیگه کلمه هیت یعنی ضربه رو میسازن گروه سی امنیت عمومی انگشتاشون قربانی کردن تا شیطان خیلی وحشتناک رو فرا بخونن درست مثل وقتی که چهار تا عضو امنیت عمومی جونشون رو قربانی کردن تا شیطان جهنم بهشون کمک کنه و پوچیتا رو شکست بده شیطانی که فوجیموتو کشیده فوق است انگار که یکی از باسای الدن رینگ این شیطان روی تختی ساخته شده از پوست و انگشت و اعضای بدن نشسته و و به عنوان پایه هم از آدمهای لخت استفاده کرده که به احتمال زیاد اعضای امنیت عمومیان. بدنشم انگشتای چندش آور بلند ساخته شده و درست یک شیطان به تمام معناست فقط کفش پاشنه بلندش رو ببینید میگه سینا حالا این چه شیطانی هستش خب چیزی که مشخصه اینه که این شیطان به اعضای بدن و چهره انسان ها مربوطه یعنی ممکنه شیطان پیرو و فرسوده شدن و تغییر شکل بدن به صورت بد باشه ولی به نظر من شیطان بادی دیسمورفیا یا همون اختلال ذهنی بدریختی بدنه کسایی که این اختلال روانی رو دارن به شدت نگران کوچکترین تغییر و نقص تو بدنشون هستن که میتونه شیطان قدیمی و اولیه هم باشه شیطانهای های پرایمال یا همون قدیمی و اولیه قدرتمندترین شیطانهای های جهان چه ایسا منن که از زمان به وجود اومدن انسان ها ترسش تو دلشون بوده مثلا شیطان مرگ شیطان افتادن یا شیطان قدرتمند تاریکی کیه که یکی از تاریکی مطلق نترسه سر این شیطان وسط یه سر از و وسط نصف شده یه کچل و پیر قرار داره که تئوری منو بیشتر تایید میکنه میگه سینا مگه گوش ها از بین نرفتن و حذف نشدن پس چرا آدمهایی که زیر این شیطان قرار دارن دارای گوشن بچه ها اینجا جهنمه پس قوانین دنیای آدم ها روش کار نمیکنه این شیطان از آینه رو به روش درخواست ضربه امنیت و رو میخونه و با آهی بلند که انگار نمیخواد این کار انجام بده به آینه جلوش مشت میزنه تو جهان آدم ها این مشت از داخل آینه بالا سر پوچیتا خارج میشه و لهش میکنه این منو یاد موقعی میندازه که شیطان جهنم دستشو از در بالا سر پوچیتا بیرون آورد و به جهنم بردش اما اینجا هم مثل اون موقع که قهرمان جهنم تمام شیطانهای جهنم رو داغون کرد مشت شیطان بدقواره رو بی اثر میکنه و دو تا از رو میبره این شیطان خیلی جالبه به جای داد و فریاد کشیدن فقط میگه آخ دردم گرفت حمله این شیطان شیطان بیشتر خاصیت حواس پرتی داشت چون از ناکجا شیطان هشت پا پیداش میشه و دور پوچیتا میپیچه و فشارش میده پوچیتا که غافلگیر شده نمیتونه تکون بخوره و فعلا کاری از دستش بر نمیاد بله بچه ها یوشیدا با شیطان هشت پاش دوباره پیدا شده تا جلوی دنجی رو بگیره من چند چپتره که دارم میگم یوشیدا دستش با بره مفهمی تو یک است و همشون با هم زندگی دنجی رو به نابودی کشوندن مثلا وقتی دنجی و نایوتا تنها بودن و به کمک نیاز داشتن فومیکو که زیر نظر یوشیدا کار میکنه تنهاشون گذاشت و فرار کرد یا حتی خود یوشیدا به دنجی گفت که اگه یه بار دیگه تبدیل به چینسامن من بشه جسد نایوتا رو تحویلش میده و چنین چیزی هم واقعا اتفاق افتاد پوچیتا به دنجی گفته که همونطور که رویای اونو به واقعیت تبدیل کرد رویای شیطان کنترل هم که داشتن خانواده واقعی رو به واقعیت تبدیل کنه و وقتی دنجی پرسید که باید چیکار کنه تا گفت که زیاد نایوتو رو در آغوش بگیره و بهش محبت کنه با همه این حرف‌ها مشخصه که پوچیتا هم مثل دنجی به شدت نایوتو براش مهم بوده و و حرفای یوشیدا با دنجی براش مشخص کردن که اونم مثل برم مقصر مردنشه برای همین وقتی شیطان هش بارو تیکه تیکه کرد تیکه بزرگه یوشیدا خوشبختانه گوشش خواهد بود چون یوشیدا حتی نتونست جلوی یورو ضعیف شده بمونه چه برسه به قهرمان جهنم از این رو این اینجا یوشیدا فقط یک هدف داره و به هدفش هم میرسه چون پوچیتا بر اثر فشار بالا شیطان گوش رو بالا میاره و اینطوری موجودیت گوش دوباره به جهان برمیگرده واقعا نصراداموسی برای خودمون هستیم و تو چپتر قبل پیش بینی کرده بودیم که قرار پوچیتا شیطان گوش رو بالا بیاره حتی فیل هم از برگشتن گوشاش خوشحال شده چیزی که الان مشخصه اینه که یورو هم میخواد کاری کنه که پوچیتا بمب های اتمی رو بالا بیاره تا جنگ های اتمی دوباره تو جهان شروع بشن و اینطوری شیطان جنگ قوی تر بشه خیلی چیزا هست که ما هنوز در مورد قدرت واقعی شیطان چینسامن نمیدونیم مثلا آیا هرچی بخوره از جهان حذف میشه یا اینکه حذف شدنش به ارادش بستگی داره چون دیدیم که پوچیتو همبرگر هم خورد ولی همبرگر از جهان حذف نشد به نظر من امنیت عمومی هم میخواد اطلاعات بیشتری رو از این قدرت خطرناک چینسامن بگیره برای همین بود که چندین تا شیطان مشخص به عنوان تومه برای پوچیتا فرستادن و از قبل افرادی رو هم تو مرکز فرماندهیشون برای تایید کردن تاثیرات این قدرت آماده کرده بودن فکر کنم که تو چپتر بعد یوشیدا دوباره جیم میزنه و یورو آخر به آرزوش که جنگیدن با چه منه میرسه همه چی به آشپزی فوجی موتوسنسه بستگی داره که چطور داستانش رو پیش میبره و خوشبختانه هفته بعد چپتر جدید خواهیم داشت تئوری های شما چیه حتما توی کامنتها ها بگیدو روی ویدیویی که روی صفحه میبینید کلیک کنید و ببینیدشو دوستتون دارم و شما رو توی ویدیو بعدی خواهم دیدایی رو گنگ بدرود